سلام با برنامه زربنا خوش آمدید. در مورد انتقال گاز روسیه به افغانستان صحبت میکنم با مهمانم آقای کریم عظیمی، رئیس اجرای اتاق صنایع و معادن که از کابل به خط با ماست. عظیمی صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. تشکر، سلام به شما و بیننده های شما. سلامت باشین. چی است جزئیات صادرات گاز روسیه به افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به اساس یک گزارش از رویترز که در می اواخر به تازگی به نشر رسیده، شرکت های روسی علاقمند شدند که به اساس جنگی که در اوکراین جریان داره و قطع شدن صادرات گاز روسیه به اروپا و اوکراین و بلاروس با یک بارگی قیمت ها در داخل بازارهای داخلی روسیه افت کرده، به اصطلاح پایین آمده، که ای باعث ازی شده که شرکت ها غور و بررسی بکنن برای صادرات مجدد گاز به افغانستان و از طریق افغانستان به یک سلسله کشورهای جنوب آسیا، که یک خبر بسیار خوش است و به شرطی که یک تعامل دو جانبه خوب و یک موافقت نامه خوب به دست بیاید، انرژی گاز هم جز نیازمندی های صنایع ملی کشور به شمار میره و هم یکی از اقلام بسیار مورد نیاز برای مردم و از انرژی های طبیعی به شمار میره که استفاده بیشتر داره و همچنان افغانستان نقشش هم میتونه که از لحاظ از اینکه اصلاحات به مسیر ترانزیت از طریق افغانستان و کشورهای آسیای جنوبی از جمله پاکستان و هند که بسیار نیازمندی جدی برای انرژی گاز دارن و منابع طبیعی دارن، بنان در کل یک خبر خوش است که همین کار اگر انجام شوه طبیعی است که قیمت ها هم در بازارها پایین میشه و افغانستان به یک کشور ترانزیتی انرژی گاز هم مبدل میشه. درست. در گزارش ها ذکر شده که سقف این صادرات به افغانستان چقدر خواهد بود یا نه؟ خب حال بحث تنها شرکت ها در حال غور و بررسی هستند، فکر کنم تصمیم در این قسمت گرفته نشده، یعنی یکی از گزینه ها روی سر میزشان است که باید گاز از روسیه اینا صادر بکنن، چون قیمت ها بسیار اوج پایین افتیده و ضمن همی صادراتی که به اروپا بند شده اساس جنگ اوکراین و روسیه شدیداً با مشکلات اقتصادی روبرو است، طبیعی است که با راه های بدیل صادراتشان که به افغانستان باشه و از طریق افغانستان به کشورهای آسیای جنوبی باشه اینا فکر میکنن که ما من حیث یک کشوری که ایجا باید بهره خوبه از این وضعیت اقتصادی برداریم و در معادلات جهانی هم باید منعیس یک کشور بیطرف با تامین روابط اقتصادی با همه کشورهای جهان، چی قدرت های منطقی هست چی کشورهای همسایه هست، باید ای را حفظ بکنیم و روابط اقتصادی خود اولویت بدیم. اخیراً ما شاهد از این بودیم که قیمت ها در بازارها افزایش پیدا کرده، به ویژه قیمت گاز که اول اگر یک کیلو گاز مایی حدود 40 افغانی بود، حالا شده 80 یا بیشتر از اون. بیایم روی اهمیت این تجارت اگر صحبت بکنیم، چقدر اهمیت داره بر کاهش قیمت ها و بر اقتصاد افغانستان؟ طبیعی فرموله اقتصادی است که وقتی که عرضه بیشتر باشه و تقاضا کم میشه قیمت ها پایین میاد، زمانی که عرضه کمتر باشه تقاضا بیشتر میشه قیمت ها بالا میره. پس با در نظر داشت گرفتن همین فرمول اقتصادی، این صادرات گاز از روسیه به افغانستان یا وارداتش به افغانستان ما به یک گام نیک و مثبت میپنداریم و طبیعی است که بالای قیمت ها تاثیر بسیار بزرگ خواهد داشت و از این ناحیه عواید بیشتر نصیب دولت خواهد شد و همچنان منعیس مستهلکین مردم افغانستان هم استفاده خوبه با قیمت بسیار ارزان خواهد دانست از این فرصت، ولی به شرطی که چقدر ما میتوانیم همی بیلانس منطقه‌ای را هم حفظ بکنیم، چون شاید این مسائل یک مقدار مقطعی باشه اگر زمانی که
ما اگر به شکل مقطعی را وارد بکنیم تا ختم جنگ اوکراینی مسائل باز شاید در دراز مدت به سود ما نباشه، ولی اگر توافقات را به دست بیاریم که یک توافق دراز مدت به میان بیایه و به طور مداوم ما واردات گاز انرژی گاز داشته باشیم، این یک خود رقابت در میان صادر کننده های دیگه که در کشورهای آسیای میانه است از جمله قزاقستان، خود ترکمنستان که پروژه تپی هم روی کار است و خبرهای خوشی است که در بهار پیشرو عملا ما شاهد آغاز پروژه تپی می باشیم. یعنی همه از این مسائل در نظر گرفته مطمئنند که یک تصمیم اتخاذ شود که او به منافع ملی کشور باشه. درست، ولی شما در آغاز صحبتهایتان گفتین که با توجه به جنگ اوکراین صادرات گاز روسیه به اروپا متوقف شده، والا میخواهد که روسیه میخواهد که با افغانستان تجارت بکنه، با توجه به همین که حالا چون اگر ما در گذشته برگردیم بخشی از جنگ جنگ اقتصادی بوده، حالا با توجه به اینکه اگر بیان این شرکت ها توافق بکنن با افغانستان، فکر نمی کنید که رابط افغانستان با کشورهای اروپایی و آمریکا به تیرگی خود گرد؟ نه خیر، ببینین همین قسم که یکی از عوامل جنگ مسائل اقتصادی است، روی دیگه سکه یا به اصطلاح بود دیگهش اگر ببینیم مسائل اقتصادی، روابط اقتصادی باعث ثبات و ثبات سیاسی و ختم جنگ هم شده میتونه که ما امروزه در قرن 21 شاهد از این بودیم که بسیاری از کشورهای متخاصم با همه به اساس نیازمندی های اقتصادی و وابستگی های روابط اقتصادی به یک دیگهشان باعث شده که همون نزاع سیاسی خود اینا حل بکنن. امیدوار هستیم که چنین شود و ما با یک سیاست بی‌طرفی و حفظ روابط اقتصادی با سایر کشورها، چی همسایه های ما هستند، چی کشورهای آسیای میانه هستند و چی فرا منطقه و قدرت های بین المللی مانند روسیه، ایالات متحده و کشورهای اروپایی و از جمله چین، کشورهایی است که با کل از اینا باید روابط خوب سیاسی داشته باشیم و همچنان روابط خوب قوی اقتصادی داشته باشیم. روابط اقتصادی ما، تفاهمات اقتصادی ما، سطح بلند تجارت بین کشورها باعث از این میشه که ثبات سیاسی به میان بیاید. امروز ببینید در پروژه تپی که ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند است، پاکستان و هند از جمله دو رقیب دیرینه هستند و همین پروژه تپی باعث شده که اینا کنار هم بیاین و به خاطر برآورده ساختن احتیاجات انرژیشان و نیازمندی برای انرژی گاز اینا با هم روی یک پروژه بیاین کار بکنن و من مطمئن هستم که مثل از این سایر روابط اقتصادی باعث ثبات منطقه‌ای، ثبات سیاسی و ختم جنگ در منطقه خواهد شد. درست، ولی شما موضوع تاپی مسئله پاکستان و هند هم اشاره کردیم، ولی ما میبینیم که همواره پاکستان بهانه تراشی میکنه برای تطبیق پروژه ها. ببین چون بحث از این بسیار پیچیده است و در این حال از اصل برنامه هم خارج است، ما را کنار میگذاریم، ولی بیایم روی بحث روسیه و افغانستان را بیشتر غور بکنیم. این که حالا چرا روسیه به این نتیجه برسه که میتونه افغانستان بدیل خوب باشه نسبت به اروپا؟ بیا بحث تجارت گاز را با افغانستان مطرح بکنه. بله، ببینین خو در روسیه در حالت قرار دارن که از یک سو در جنگ عملا درگیر هستن و از سوی دیگر با تحریمات بسیار سنگین جهانی روبرو هستن و تحریمات اقتصادی باعث از این شده که یک مقدار به مسائل اقتصادیشان ضربه بیشتر برسه و اینا به فکر راه های بدیل تامین روابط اقتصادی خود هستند که از جمله آسیا به نیست یک قاره بزرگ و در آسیا هم کشورهای که در جامعه و ملل نقش مهم و حیاتی دارن و اینا میخواین که از این طریق باید صادرات خود به کشورهای آسیای جنوبی که خریدار بزرگ انرژی طبیعی کشورهای آسیای میانه و همچنان از روسیه هستند باید ای بدیلار اینا بسنجن. در غیر صورت اگر زیر بار تحریم های اروپا و
و اصطلاح ایالات متحده برن، طبیعی است که جنگ هم ادامه داده نمیتونن و در حقیقت شکست میخورن. بنان اینا مجبور هستند که باید روی بدیل ها کار بکنن و این بدیل ها یک فرصت باز کردن باب یا دروازه نو روابط اقتصادی روسیه را با دیگر کشورها داشته باشه که از جمله افغانستان است. ما هم باید یک کمی محتاطانه در این برخورد بکنیم و طور که پیشتر گفتم به طور مقطعی و موقتی این صادرات نباشه، بلکه به شکل مداوم از این هر قدر که شما واریانت یا به اصطلاح متغیرهای یا بدیلای روابط اقتصادی می داشته باشین، اما قدر بهره اقتصادی میایم روی اینکه چگونه برخورد بکنیم با این پروژه روش بس میکنیم، ولی بر فعلا گازی که ما استفاده میکنیم از کدام کشورها وارد افغانستان میشه؟ زیادتر از کشورهای آسیای میانه است و از ایران هم وارد میشه، ولی از کشورهای آسیای میانه بیشتر است. درست. بیایم اگر ما بحث روسیه را به افغانستان مطرح بکنیم، مثلا روسیه میخواد گاز خود را به افغانستان انتقال بده، نوع نگاه کشورهای آسیای میانه که گاز خود را به افغانستان صادر میکردن چگونه خواهد بود در قبال این پروژه؟ خب یک نقطه مثبت موجود است که کشورهای آسیای میانه هنوز هم در سیاست خارجیشان زیر بار روسیه هستند و اونا به اصطلاح دمو مسائل کلان تصامیم سیاسیشان هنوز هم زیر اثر روسیه هستند و اونقدر مشکلات ایجاد نمی کنند. برای افغانستان در مقابل یک فرصت خوب است که چندین واریانت های رویشان میاد، یعنی گاز از ترکمنستان، قزاقستان، روسیه، یعنی یک رقابت منطقه‌ای ایجاد میشه که به قیمت مناسب و خوبتر، یعنی در چانازنی های اقتصادی بسیار مهم است و مؤثر تمام میشه و ما میدانیم که با قیمت خوب و با کمیت خوب، که کمیت بسیار مهم است، هر قدر عرضه بیشتر باشه طبیعی است که قیمت ها پایین میاد. ما میدانیم که از این فرصت مساعد شده استفاده خوب بکنیم. درست. چگونه برخورد بکنیم؟ حالا آمدم روی از این که محتاط باید باشیم نسبت به این پروژه، نسبت به این رابط اقتصادی چگونه باید برخورد بکنیم آقای عزمی؟ بله، طوری که پیشتر گفتم محتاطانه باشیم، ولی کشورهای آسیای میانه در تصامیم بزرگشون با روسیه در حقیقت هم نوا هستند و هیچ نوع مشکل در تامین روابط با این کشورها برای ما ایجاد نمیکنه. ترکمنستان، قزاقستان، همه از این کشورها هنوز هم زیر اثر روسیه هستند و یک فرصت خوب است که ما هم از روسیه گاز داشته وارد بکنیم و هم از این کشورها، و در قسمت از این که مثلا تقاضای گاز یک بحث است که اینجا در داخل کشور ما بازارهای ما مثلا مرفوع میشه تقاضایش، و مهمتر از این مسئله دیگه ای است که افغانستان به ترانزیت یا راه انتقال از این گاز به اصطلاح مبدل میشه که شاید محاسبه روسا تنهایی نباشه که به افغانستان صادرات داشته باشن، بلکه از مسیر افغانستان اینا برن به طرف کشورهای آسیای جنوبی از جمله پاکستان و هند که نیازمندی بسیار جدی برای تامین انرژی گاز دارن اونا، و مطمئنن که از طریق ترانزیت به افغانستان عواید بیشتر نصیبش میشه. درست. حکومت به این روابط، به این تجارت با عنوان یک فرصت نگاه میکنه؟ خب باید از حکومت پرسیده شود، از مسئولین، دیدگاه شما را ما میتونیم داشته باشیم؟ بله، از آدرس سکتور خصوصی ما گفته میتونیم که یک کار بسیار خوب است، یک گام مهم اقتصادی است و حکومت هم باید این را به مسابه یک فرصت خوب، یک اپرچونیتی خوب این را محاسبه بکنه و وارد مذاکره شود و باید بهره خوب از این فرصت برداره و تنها مقطعی نباشه، بلکه یک تفاهم یا موافقت درازمدت به میان بیاید. سکتور خصوصی صحبت کردین، از آدرس سکتور خصوصی هم صحبت کردین، آیا آماده سرمایه گذاری است سکتور خصوصی در این بخش؟
بله 100% همی پروژه های بزرگ اقتصادی است که فرصت های سرمایه‌گذاری را مساعد می سازد و ضمناً نگفته نمانه که صنعت افغانستان صنایع ملی نوپا ما که ما لله الحمد در 67 سکتور تولیدات خوبی داریم و به حالت خودکفایی و نیمه خودکفایی رسیدیم فابریکات تولیدی ما نیاز جدی برای تامین انرژی برق دارند که از جمله بدیل انرژی برق میتونه شده که ما از انرژی گاز استفاده بکنیم یعنی مو مواردی که بسیار مهم و حیاتی است و برای تامین انرژی از جمله منابع گاز یک نیازمندی اساسی برای صنایع هم به شمار میره که ما در صنعت میتونیم از این گاز استفاده بکنیم و در حقیقت قیمت ها را کاهش بده و پروسه تولید ما را موثر بسازه و ما بتوانیم با کالاهای بیرونی رقابت بکنیم با قیمت پایینی که تولید ما تمام شود به خاطر کمیال انرژی برق که ما از ازبکستان وارد میکنیم یک مقدار قیمت ها بسیار بلند است ما میتوانیم که بدیل از اون انرژی گاز اگر داشته باشیم ما در فابریکات ما از انرژی گاز برای تامین انرژی و پیشبرد امورات صنعت به کار برن مطمئنن که تولید ما ارزانتر تمام میشه و به نفع ما است در کل طوری که پیشتر هم خدمتتون عرض کردم که پروژه های بزرگ اقتصادی فرصت های خوبه سرمایه گذاری برای سکتور خصوصی مساعد میسازه و همچنان حکومت ها است که باید بستر لازمه با تدوین پالیسی ها و استراتژی ها روی کار بگیره تا سکتور خصوصی در او رشد بکنه و سرمایه گذاری بکنه و شغل ایجاد بکنه بدون شک در کنار از اینکه بحث معادن هم چند قبل مطرح شد و از آدرس سکتور خصوصی ما مهمان های داشتیم و اونا خواستار از این بودن که بسته های تحصیلی باید به سکتور خصوصی پیشنهاد شود تا حداقل اونا بتونن سرمایه گذاری بیشتر داشته باشن چی میخواین از حکومت؟ بله پیشتر هم همی بحث ها صورت گرفته و زمانی که حکومت برنامه برای جذب سرمایه گذاری در کشور داشته باشد چی سرمایه گذاری داخلی چی سرمایه گذاری خارجی طبیعی است که برای جلب از سرمایه گذاری ها یک سلسله امتیازات روی میز بگذاره و سرمایه گذارا بیاین عملا و امتیازات ببینن به مناسبه یک فرصت و استفاده از این امتیازات به سرمایه گذاری خیش ادامه بدن و سرمایه گذاری را انجام بدن معادن افغانستان که سرچشمه بزرگ عایداتی به شمار میره و هنوز هم ما بهره خوب از معادن نگرفتیم و استفاده نکردیم و معادن افغانستان که حتی ما گفتیم میتونیم نقشه منطقه را مبدل میسازه در معادلات سیاسی و اقتصادی بسیار حیاتی و مهم میباشد امیدوار هستیم که حکومت هرچی زودتر ادارات سکتوری حکومت از جمله وزارت صنعت و تجارت وزارت معادن و پترولیم وزارت مالیه اقتصاد زراعت و همه ادارات سکتوری روی یک بسته یا پکیج تشویقی برای سرمایه‌گذارا کار بکنه تا عملا ما بتوانیم سرمایه‌گذارا را جذب کنیم در افغانستان سرمایه‌گذار خارجی را جذب کنیم و حمایت بکنیم سرمایه‌گذارای داخلی خود را تشویق بکنیم تا به سرمایه‌گذاری خود ادامه بدن و سرمایه‌گذاری جدید صورت بگیره در بعضی بخش‌ها مطمئنن که حکومت میتونه این کار ان شاء الله که امیدوارم هستیم که باید این کار شوه و من بعد افغانستان از وابستگی های بیرونی و کمک های بیرونی خلاص شم من روی وابستگی ها هم صحبت میکنیم ولی پیش از یک وقفه میگیریم ادامه برنامه زربنا پس از یک میان برنامه با ادامه برنامه زربنا باز هم خوش آمدید. عظیمی صاحب زمانی که از وابستگی ها صحبت میشه ما میبینیم که در دهه های گذشته افغانستان وابسته بوده. وابسته پاکستان بوده، ایران بوده، کشورهای آسیای میانه بوده. همواره گازشان از کشورهای همسایه آمده، برقشان همچنان موارد دیگر. حالا اگر با توجه به این که مثلا ما ظرفیت داریم، سکتور خصوصی داریم، حکومت داریم، همه چیز داریم، خود ما خود افغان ها به قول مردم روی گنج خوابیدن مثلا زمانی که بحث گاز مطرح میشه ما گاز داریم گاز جوزجان اگر ما مثال بتیم چرا باید خوشبین باشیم نسبت به تجارت گازی با روسیه
ببینید در دنیا شما هیچ کشور را سراغ ندارین که او کاملا خودکفا یا به اصطلاح هیچ نیازی برای تامین روابط اقتصادی با دیگر کشورها نداشته باشد یا دروازه‌اش را ببنده که من دیگه همه چیز دارم دیگه هیچ نیاز ندارم. نه خیر، چون این نیست. ایالات متحده که بزرگترین اقتصاد جهان تا فعلا داره با خود و در قرارداد دوم چین و همه قسم دیگه کشورهای پیشرفته جهان، همه از اینا نیاز برای تامین روابط اقتصادی دارن، همه از اینا برای و نیاز برای واردات دارن، نیاز برای صادرات دارن، به یک سلسله اقلام تولیدیشون نیاز دارن که باید واردات شوه و به یک سلسله اقلام تولیدیشون نیاز دارن که باید او صادر شوه. اینطور گفته نمیتونیم که ما اگر همه چیز داریم پس نیاز نداریم. نه خیر، افغانستان به اساس موقعیت جیوپولیتیکیش یک سلسله مشکلات متفاوت هم داره که ما متاسفانه به کشور مهار به خشکه هستیم و به بندر بحر یا به بحر ما را نداریم. در جهان امروزه بندرهای بحری بسیار نقش مهمی در تجارت و بازرگانی و در روابط اقتصادی داره. از این لحاظ ما همچنان به یک کشور فرصتزا هم به مسابقه از اینکه کشورهای آسیا میانه را به آسیا جنوبی وصل میکنیم و چارهای اقتصادی که افغانستان گفته شده که باید به یک چارچوب اقتصادی ما بدل شوه، فرصت های خوبی هم داریم. ما صنعت ما صنعت است که نیازمندی داره برای واردات مواد خام از بیرون. طبیعی است که باید ما روابط خوب با کشور همسایه داشته باشیم که از اون کشورها ما مواد خام خود یا از طریق از اون کشورها یا از اون کشورها ما وارد میکنیم. از جمله پاکستان است که بندر کراچی یا هم از طریق ایران ما وارد میکنیم یا از کشورهای آسیای میانه. در کل باید حکومت های ما اینجا یک پالیسی را روی دست بگیره که ما همیشه در هر مورد روابط اقتصادی خود یک بدیل هم داشته باشیم. یعنی اگر از پاکستان فرض کنیم به اساس تیرگی های روابط سیاسی راه ها بسته میشه، پس چی کنیم؟ از کدام مسیر در بدلش یک کشور دیگه باید تیجه که بدیل خوب کشور آسیای میانه شده میتونه که تقریبا چند سال قبل هم چنین شد و به اساس تیرگی روابط سیاسی مرز دورخم، مرز سپین بولدک و مرزهایی که ما با پاکستان داریم هم از این بسته شد. ولی شما شاید از این نبودین که یک تغییر بسیار بزرگی در احتیاجات کالای تجاری ما آمده باشد، بلکه برعکس دو عنصر مهم که صنعت ما رشد کرده بود الحمدلله، ما با خودکفایی اقتصادی در بعضی عرصه ها رسیده بودیم خصوصا در صنعت خود. و همچنان حکومت توانسته بود که با راه های بدیل که از جمله کوریدور هوایی بود که صادرات صورت گرفت و همچنان از طریق کشورهای آسیای میانه و ترمیم مجدد راه لاجورد که از طریق ترکمنستان حتی به اروپای شرقی و به اروپا راه ما را منتهی می ساخت. یعنی همون بدیل هایی است که میتونه افغانستان از وابستگی به یک کشور یا دو کشور نجات بده و طبیعی است که نیازمندی ها هست همه کشور همه قسم که ما نیاز داریم به پاکستان، پاکستان هم به ما نیاز داره که باید از طریق افغانستان اینا کالاهایشان و تولیداتشان به کشورهای آسیای میانه برسانند. پس به اساس تامین روابط دو جانبه اقتصادی و موافقت نامه‌های تجاری و بازرگانی ما میتوانیم که در این موافقت نامه یک بیلانس مساویانه را باید روی دست بگیریم. یعنی همه قدر نیازمندی هایی که ما داریم باید جانب مقابل هم داشته باشد تا مطمئنن امو اهداف و بزرگ استراتژیک اقتصادی که داریم و به تصفیه. حالا با توجه به این که روسیه گاز خود را به کشورهای اروپایی قطع میکنه و تلاش میکنه که بدیلش را پیدا بکنه و بدیلش هم قلب آسیا افغانستان را انتخاب میکنه، حالا با توجه به این موضوعات جنگ روسیه و تقابل اروپا و روسیه را اگر ما به بس بگیریم، میتونیم بگیم که فصل تازه رابط اقتصادی بین کابل و مسکو رقم خواهد خورد از این به بعد؟ بله دقیقا، طور که پیشتر ما گفتم همین روابط اقتصادی و موافقت نامه اقتصادی است که
باعث از بین بردن تیرگی های سیاسی میشه در کشورها و باعث ثبات منطقه ای میشه. بسیار خوب است و برعکسش که در بود منفی اگر ببینیم بعضی از عرصه ها که باعث دوری از یک کشور دیگه میشه، ولی امی حفظ امی بلانس وظیفه حکومت است که حکومت ها است که باید امی روابط چکس مینا حفظ میتونن و به اساس اصل بی‌طرفی در قضایای سیاسی و به اصطلاح اصل همسویی در قضایای اقتصادی در حقیقت ما میتونیم که با گشودن از این فصل جدید روابط خوب اقتصادی با سایر کشورها از جمله روسیه نیازمندی های خود هم برآورده بسازیم و افغانستان هم به کشور ترانزیتی انرژی گاز و سایر انرژی های دیگه چی برق باشه چی کالای تجاری باشه یا تولیدات خود افغانستان باشه ایران مبدل بسازیم. مطمئنن که این موافقت نامه بزرگ اقتصادی باعث ثبات دائمی در افغانستان خواهد شد و همچنان در منطقه. چقدر نزدیک شده؟ فکر کنم عملا در یه پروسه قرار داریم از نزدیکی کرده. ما در امیدواری ها به این است که بخیر آینده نزدیک پروژه تاپی آغاز شود و همچنان کاسه 1000 آغاز شود و مورد جدیدی که گاز روسیه است روی از این مذاکرات صورت بگیره. پس عملا در پروسه هستیم، امیدوار هستیم که بهره خوب از این حکومت برداره و به منافع ملی افغانستان تمام شد. بسیار خوب. نسبت به آینده اقتصادی افغانستانی که قیمت ها کاهش پیدا بکنه، هرچند ما داریم مزی تحریم های آمریکا رو میچشیم، قیمت ها بالا رفته و نگرانی مردم خیلی بالاست. حداقل قدرت خرید را ما در بازار میبینیم که قدرت خرید مردم هم بسیار کم است. حالا با توجه به اینکه بیایم خوشبین باشیم که حداقل در امیدها باز میشه برای مردم افغانستان، رابط تجاری با آسیای میانه با روسیه حالا باز میشه، چقدر خوشبین باشیم نسبت به آینده که حداقل قدرت خرید مردم بیشتر میشه و مردم میتونن که حداقل چیزی را بتونن بخرن و توان خرید را داشته باشن؟ اگر کوتاه اشاره بکنید. دقیقا طوری که ما پیشتر هم گفتم خدمت شما، هر قدر که روابط اقتصادی بیشتر تامین میشه با سایر کشورها، خود از این زمینه ساز سرمایه گذاری ها در مملکت میشه، خود سرمایه گذاری باعث اشتغال افزایی میشه، باعث رشد اقتصادی میشه. طبیعی است که در رشد اقتصادی شاخص های مهمش مسئله تورم و از بین بردن بیکاری و افزایش کاهش قیمت های مسائل است. بنابراین در کل بسیار موثریت داره و امروز جهان به یک دهکده مبدل شده که با یک جنا یا با یک بلاک شما نمیتوانید روابط داشته باشید، باید با منعیس عضو فعال جامعه جهانی با همه کشورهای جهان خصوص سایه ها و کشورهای منطقه‌ای، قدرت‌های منطقه‌ای باید روابط خوبی داشته باشیم که مطمئناً با حفظ از بیلانس مسائل بزرگ اقتصادی ما حل خواهد شد. ممنون آقای کریم عظیمی، رئیس اجرایی اتاق صنایع و معادن که از کابل رخصت کرد به ما بودن. سپاسگزار آقای عظیمی، تشکر. و ممنون که بیننده برنامه زیربنا بودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.